سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای الله یاری. یا علی مدد، از کجا زنگ زدید بزرگوار؟ یا علی مدد، من از ایران تماس میگیرم. روی ایر هستین، بفرمایید. بله آقای الله یاری، در مورد این مسئله ولایت فقیه چند وقت مطرحش کردید. بله، کمرتون را میشکنم، خدا شاهده. کاری بکنم که مردم هم فهمیدن کمر شما شکسته الانم، لیکن کاری بکنم که انشاءالله اول عزیز ببینید. حالا تازه اولی کنم. من دارم با شما بحث منطقی میکنم. منم کدام کاری دیگر نه، شمشیر نکشیدم. منم میگم که بله، منم با منطق کمرتون رو میشکنم و شکستم. آیا الله یاری بحث داری میکنیم؟ بفرما شما. ردی دارید به این حرفای من دارید گوش میکنم، سوالی دارید جواب میدم، بفرمایید. من حرفم این هست، میخوام بگم که الان شما در مثلا در امریکا دارید زندگی میکنید، بله، مطیع قوانین اونجا هستید یا نیستید؟ من نه اینکه این قوانین اینجا را به عنوان قانون خدا اطاعت بکنم. باشه، قوانین من قوانین اینجا را نه به عنوان اینکه قوانین و این دولت امریکا من داره نکرده، من اینجا را مردم این امریکا قوانین اینجا را که اطاعت میکنن نه به خاطر اینکه قانون خدا، به خاطر اینکه سفردا پلیس میگیره. اگر اطاعت نکنی فردا پلیس میاد میگردت، به این خاطر. و الا اگر این پلیس نباشه هیچ کسی قانون را مراعات نمیکنه. خاطرت جمع باشه. بله، من سوالم این نبود که به چه علتی قوانین اینجا رو رعایت میکنید یا نمیکنید. من عرض کردم، جوابش رو دادم، شنیدی؟ بفرمایید. پس میکنید. دولت آمریکا دولت طاغوته. این که شما میگید نمیدونم هر کسی در زمان غیبت قائم قیام کنه نه طاغوت و یاغوت و این چیزها، من کاری با این بحث فعلا ندارم. بله. میخوام بگم همه جا یک حکومتی هست و مردم طبق حالا قراردادی که مشخص شده بین خودشون موظفند که از قوانین اطاعت بکنن. خب گوش میکنید، اگر بخواید شما اینجوری بگید تمام مردم دنیا تا قبل از ظهور تا قبل از قیام قائم همه بندگان طاغوت هستند، چون دارن از قوانین طاغوت پیروی میکنن. بله، حالا جوابت رو گوش کن، حالا جوابت رو گوش کن جانم. حالا جوابتان اینه که این حرف شما کاملا درسته. بله، که تمام بندگانی که زندگی میکنند اینها، اگر کسی بیاد این حکومت ها را خدا بداند، مقدس بداند، بله اینها را از این شخص اصلا مرتکب شرک شده، مرتکب شرک شده و این چون حکومت ها را خدایی میداند و اینها از جانب خدا نیست و اینجا واقعا مرتکب شرک شده. اما اگر مانند امام صادق علیه السلام در دوران منصور و دوانقی، امام رضا علیه السلام در مورد در زمان مأمون، از قوانین حکومت اونها به خاطر که این تقیه هست، زور دیگه، اگر نکنی چاره ای نیست، اطاعت بکنه، بله، نه بنده طاغوت نه بنده کسی دیگری، فقط بنده خداوند متعال، بنده خداوند متعال. دولت ها طاغوت هستن، بله طاغوت هستن، درسته، تمام دولت ها تا تشریف آوری صاحب الزمان علیه السلام، درسته، طاغوت هستن. اما کسی که خدای وحده لا شریک را میپرستد و ائمه اطهار علیهم السلام را اتباع میکند، از قوانین ملکی این جهان هم به خاطر اینکه نمیخواد دچار مشکلات بشه، نه به خاطر اینکه اینا رو حکم خدا میدانن، نه به خاطر اینکه نمیخواد پلیس دنبالش بیاد، نمیخواد که زندان برود، بله از این قوانین مراعات میکنه، این شخص نه بنده طاغوته نه بنده شیطانه، بنده خدا هست، پیرو اهل بیت علیهم السلام. بله، بقیه مردم که این قوانین رو قوانین خدایی بدانن و طاغوتیه، حکومت ها که همشون طاغوت هستن سر جایشان. این جوابه دیگه، بفرمایید. خب الان بحث خوبی رسید، دیگه من دارم فکر کنم. حالا من سوال به شما اجازه میدم، شما سوالای مهم اساسیت را بپرس، بعد دیگران هم نوبت دارن. جان الان یه مقدمه بود، من از یه مقدمه دیگه هم میگم و بعد یه نتیجه گیری میخوام بکنم، بعد اگر شما سوال داشتید من در خدمتتون هستم. مسئله دومی که میخوام بگم، پس الان گفتید که ما قوانین حکومت ها رو همه رو طاغوت میدونیم و قوانینی که ازشون اطاعت میکنیم از سر ناچاری و از سر تو زندان رفتنه، درسته؟ درسته، بله. نه به خاطر اینکه حرف خدا. بله، من حرفم اینه، پس شما قوانین راهنمایی رانندگی، قوانین شهروندی، چیزهایی که میون همه مردم پذیرفته شده است و اگر که ترس از زندان نبود رعایت نمی کردید. بله، کاملا همینه. قوانین رانندگی، من یک جای اگر برم، برادر بزرگوار، چراغ قرمزه مثلا، قرمزه، کسی پلیسی هم نیست، کسی دیگری هم نیست که با او تصادف بکنم، هیچ ضرری، من رد میشم، منتظر نمیمونم که این سبز بشه، رد میشم، اشکالی هم نداره جانم. تمام مردم هم اینجوریست، بقیه مردم امریکا هم اینجوریان. بله، یک جای چراغ سرخه، چراغ ترافیک سرخه، قرمزه، بله، و این که کدام حلال خدا را ما حرام نکردیم، حرام خدا را حلال که نکردیم، پلیس هم نیست که مرا بگیره، بله، کسی و دیگر اونجا نیست که تصادف صورت بپذیره، زندگی من به خطر نمیفته، میرم رد میشه. نوش جان، آیا الله یا مشکل شما اینه که، یعنی اصلا تفکر مذهبی مشکلش اینه که شما همه چیز رو در حکم حلال، حالا شما و شما برادر بزرگوار من، شما اون جایش که اشکال داره بفرمایید. اون من بله من هم فقط همه چیز رو من تابع حکم خدایم، شما بگین مشکله.
من دین خدا را مقدس میدانم، غیر از احکام خدا احکام مردم را، فقط به خاطر اینکه اینا برای ما مشکل پیش نیاد مراعات میکنیم، مراعات میکنیم به خاطر اینکه برای ما مشکل نیاد پیش نیاد و به دوچار مخمصه قرار نگیریم. بله، اما این که اینا را مقدس بدانیم، مقدس نمیدانیم جان. شما الان این را بگید این کار بدیه، بر این ربط به ولایت فقیه نداره، چیز ثابت نکردی. بفهم حالا برسید، من این بحث سوالا یک نیمه کاره میمونه، ولی خب شما دلیل نداری جان، پیش خود یک فکرای کرده بودی، تو آمدی اینجا پیش خود یک فکرای کرده بودی که این رو بگم الله یاری این رو میگه بعد من میگم که ولایت فقیه. آره نتونستی، نرسیدی به مقصدت جانم، نقشت بر آب شد. آره حالا برو از یک طرف دیگر، حیلکم ما مکر و ما مکر الله، برو مکرت رو بکن از جای دیگر بیا برو. بگم اجازه دادن شما اجازه میدین قضیه فرضیات هفته سر رشته کلام از دست دادن. آره آره، تو از کلام نداری برای گفتن، بگو. من میخوام بگم که آیا الله یاری هیچ انسانی بر انسان دیگری حق ولایت نداره در حالت عادی؟ خب بله، هیچ کس بر کسی دیگه ولایت نداره، چرا نداره؟ خدا بر ما ولایت داره، اهل بیت امام سلام ولایت داره. ولایت وجود داره، اگر ولایتی وجود داره به حسب قرارداد نیست، به حسب قرارداد حقیقیه، قرارداد نیست، قرارداد نیست، ولایت خدا قراردادی نیست، حقیقیه. چی ما قبول بکنیم نکنیم، خدا بر ما ولایت داره. امام عصر علیه السلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این قراردادی نیست که با ما قرارداد بسته که ما بر ما قبول کرده باشیم که ما بله موافقت کردیم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت میکنیم. این حرفای الکی رو بگذار کنار، ولایت من با شما خداحافظی میکنم جانم، شما بله عقل میداشتین این حرفا رو نمیذاری، قراردادیه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حق اطاعت داره، این قرارداده، قرارداد. بیایید بخندید مردم، این دیگه ماشاءالله جوکای ولایت فقیه.